قبلا گفته بودن فعالیت طلبه ها در مدارس به صورت داوطلبانه و خودجوشه، اما حالا گفته شده که این افراد در استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش هستن. تحلیل شما چی از این موضوع؟ ببینید، اون فرایندی که در مورد تلاش حکومت برای طالبانیزه کردن هرچه بیشتر کشور صحبت کردیم که در دهه‌های گوناگون و به طرق گوناگون انجام داده، هرچی شکاف این ملت با این حکومت شدت پیدا میکنه. حکومت اگر در گذشته میپنداش که در برخی زمینه ها شاید با تبلیغات ایدئولوژیک یا به اصطلاح داوطلبانه و با توجه به حمایت نسبتاً بیشتری که در گذشته شاید در بخشی از جامعه داشت میتونه سیاستاشو دنبال بکنه، امروز هرچی منزوی تر میشه، هرچی مشروعیت اجتماعیش کمتر میشه. بنابراین این تصور که میتونه ارزش‌های ایدئولوژیکش انتقال پیدا بکنه به نسل بعدی بسیار کمتر میشه. بنابراین از روش‌های اجباری قانونی از بالا استفاده میکنه برای اینکه بتونه تحمیل کنه. من استخدام چند هزار طلبه در این راستا رو در این مفهوم میفهمم و تلاشی دیگر برای تحمیل ارزش‌های ایدئولوژی از بالا به جامعه که به هیچ وجه به ارزش‌های دینی علاقمند نیست و نه نسل گذشته و نه حتی نسل جدیدی که در حال رشد هستش کوچکترین علاقه در این زمینه نشون نمیدن و برای سیاست تحمیلی در پیش گرفته شده. آقای درویش‌پور، در این شرایط اون وقت دیدم که روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده و گفته که بیش از نیمی از دانش آموزان معدلشون زیر 10 بوده و گفته از کاهش سطح در حقیقت آموزشی و سطح علمی در مدارس، اما خب می‌بینیم که اصلا این اولویت دولت نیست و همچنان بر آموزش‌های ایدئولوژیک پافشاری می‌کنه، درسته؟ ببینید، اینکه ما از یک طرف شاهد رشد به اصطلاح باسوادی هستیم، گرچه آمار گسترده 7.5 میلیون بی سواد در کشور و یا چند میلیون کم سواد در کشور نشان دهنده اینه که کیفیت آموزش و پرورش حتی کودکان در آن سطحی که شاید در انتظار میرفت و میرود نیست. اما اینکه حکومت مستقیما میپنداره که با تأکید بیشتر بر جنبه‌های دینی و کم اهمیت دادن به حوزه‌های علمی کارشو پیش ببره، نشان دهنده اینه که برای حکومت آموزش پرورش کودکان به عنوان یک امر مستقل معنا نداره، بلکه اساساً یک امر ابزاری است و جنبه ایدئولوژیکه. بنابراین در حوزه‌هایی که شاید خاصیت ویژه‌ای برای حکومت نداشته باشه، به رغم نیاز جامعه سرمایه‌گذاری کمتری صورت می‌گیره، اما در حوزه دینی که کمترین نیاز و علاقه جامعه است، از آنجا که حکومت در واقع اون نیاز رو حس می‌کنه، سرمایه‌گذاری بیشتری میشه. این باعث میشه که به لحاظ علمی سطح به اصطلاح این آموزش ها کاهش پیدا بکنه، ولی به لحاظ ایدئولوژی و دینی در واقع این تبلیغات با هزینه های هنگفتری دنبال بشه. ولی فکر میکنم متاسفانه تأثیر مثبتی نمیذاره در حوزه تحمیل عقاید ایدئولوژیک یا دینی تر شدن جامعه، اما متاسفانه این تأثیر رو میذاره که سطح علمی جامعه و آموزش میتونه کمرنگتر بشه و بیشتر به یه ابزار ایدئولوژیک تبدیل بشه. حالا بدتر از این کاهش سطح تحصیلی، در حقیقت افت سطح تحصیلی دانش آموزا، این گزارشی هست که منتشر شده و گفته شده در اون که 7.400.000 نفر بی سواد هستند در ایران. تحلیل شما از این آمار چیه؟ حتی اگر حالا درست باشه که به هر حال در مورد آمارهای منتشر شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی تردید وجود داره. ببینید، این انکارناپذیره که بالاخره آموزش و پرورش یا سواد آموزی در دوران حکومت اسلامی افزایش پیدا کرده. در هر حکومتی ما به هر حال بخشی از ابتدایی ترین ویژگی هایی که در اون جامعه وجود داره اینه که سواد آموزی رشد پیدا بکنه. بنابراین پدیده خاصی نیست.
اما از دو منظر به گمان من این آمار قابل مکسه. یکی اینکه نشون میده گسترش فقر و شکاف‌های طبقاتی میتونه خطر رشد بیسوادی و حتی اگر نه بیسوادی کمسوادی رو افزایش بده، که کسانی به دلیل در واقع فقدان امکانات یا فقدان چشم‌اندازی که از طریق تحصیلات به جایی برسن در واقع این کمرنگتر بشه. اما مهمتر از اون تاکید من بر سر این هستش که حتی اگر این سواد آموزی افزایش پیدا کرده باشه، استانداردهای آموزشی به گمان من از اهمیت بیشتری برخورداره و اینکه کم و کیف به اصطلاح دروس که در مدارس تحصیل به اصطلاح تدریس میشه چگونه است، همونطور که بیشتر هم اشاره شد رنگ‌های ایدئولوژیک به مراتب گسترده‌تر و جنبه‌های علمی کمرنگ‌تر و این میتونه افت آموزشی رو به لحاظ کیفی هم در بر داشته باشه، ولو اینکه ظاهرا رشد به اصطلاح سواد افزایش بیشتری بده. تشکر میکنم از شما مرداد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد.